سلام به شما، با خبر دست سلو و طلو نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. تعهد امریکا بر ادامه کمک های بشری به افغانستان، کابل همچنان خواستار آزادسازی پول های منجمد شده است. ما همچون بزرگترین فراهم کننده کمک های بشر دوستانه به افغانستان به کمک های من ادامه می دهیم. بدتر شدن وضعیت رسانه ها در افغانستان، در نزدیک به 4 ماه پسین بیش از 40% از رسانه های کشور بسته شده. از زدن کار کارمندهای رسانه ای مشکلات اقتصادی بوده و یک موارد محدود هم از محدودیت ها بوده. ادامه روند مهاجرت افغان ها، ترکیه نگران است. ایران میگوید توان فراهمسازی کمک های لازم را به مهاجرین افغان ندارد. جوانای ما بدم نیست، به کوه بیاون همه کشته میشن، بیکار نیست، زندگی نیست، هیچی نیست در افغانستان. اکثریت که رنگ میبرد بیکاری است، از یک چیز آید پیدا نیست. و جداسازی میدان های هوایی نظامی و ملکی کشور از سوی وزارت دفاع ملی. من بهرام امان هستم. سازمان ملل متحد 6 میلیون دلار را برای تأمین امنیت میدان نهادهای مربوط به این سازمان به امارات اسلامی پیشنهاد کرده. همزمان وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرده است که این کشور همچون بزرگترین کمک کننده، کمک هایش را به افغانستان ادامه خواهد داد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که سازمان ملل متحد برای تامین امنیت نهادهای مربوط به این سازمان در افغانستان پرداخت 6 میلیون دلار را به وزارت داخله امارات اسلامی پیشنهاد کرده است. رویترز با استناد به مدارک گزارش می‌دهد که بودجه پیشنهادی در سال آینده بیشتر به منظور دستمزد ماهانه نیروهای امارات اسلامی که مسئول تامین امنیت نهادهای سازمان ملل اند پرداخت خواهد شد. سازمان ملل متحد همچون یک کارفرما مامور است ظرفیت کشورهای میزبان را در جاهایی که کارمندان سازمان ملل متحد در ناامنی کار می کنند تقویت کند و در هنگام نیاز این ظرفیت را تکمیل کند. ایالات متحده آمریکا می تواند در هر حالت مردم افغانستان کمک بکند و همکاری های مستقیم داشته باشد. همزمان وزیر خارجه ایالات متحده بر ادامه کمک‌های بشری به افغانستان تاکید می‌ورزد. آنچه که اکنون من روی آن تمرکز دارم اوضاع افغانستان است، به شمول اوضاع بشری. ما همچون بزرگترین فراهم کننده کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان با کمک‌هایمان ادامه می‌دهیم. بلینکن می افزاید که ایالات متحده در تلاش است تا راههایی را برای ترزیق نقدینگی به اقتصاد افغانستان بیابد. با گفته او صدور چندین مجوز از سوی وزارت خزانه داری این کشور بخشی از این تلاش هاست. ما چندین مجوز عمومی را صادر کردیم تا به کشورهای دیگر و نهادها اطمینان بدهیم که کمک‌هایشان را بی‌نگرانی از تحریم‌ها به افغانستان بفرستند. در حالی که واشنگتن هنوز به خواسته های مکرر گروهی از اعضای کنگره ایالات متحده برای آزادسازی پول منجمد شده افغانستان پاسخ مثبت نداده است، اما کابل آزادسازی این پول را برای مردمان کشور مهم می‌داند. گام خوبی است، ما ایرا ستایش میکنیم چون افغانستان نیاز به همکاری و کمک داره و یک گام بسیار خوب در عرصه اقتصادی و کمک به افغانستان شده میتونه و خواهان ازی هستم که تمام پولایی که منجمد شده رها شوه و مردم افغانستان نیاز به کمک و همکاری داره. با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، واشنگتن تحریم های اقتصادی را بر کابل بیشتر ساخت و بیش از 9 میلیارد دلار دارایی کشور را مسدود ساخت. سازمان گزارشگران بمرز از بیکار شدن 80% خبرنگاران و کارمندان رسانه افغانستان نگران است. این نهاد جهانی در یک نظرسنجی مشترک با انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید در نزدیک به 4 ماه پسین بیش از 40% از رسانه های این کشور بسته شدند. مسئولان این دو نهاد مدافع حقوق خبرنگاران میگوید اعمال محدودیت ها عامل اصلی عقبگرد در فعالیت رسانه های افغانستان است. نظیف احمدی خبرنگاری که بیش از 4 سال در رسانه ها کار کرده است. می گوید که 3 سال می شود تنها نانآور خانواده 8 نفری است، اما کارش را از دست داده است. امروز باید امارت اسلامی کنار رسانه ها استاد شود، همراهشان همکاری کنند تا بتانیم همه ما مسئول زندگی کنیم، راحت زندگی کنیم و مشکلات پروبلم هایی که در زندگی داریم اونو حل شود.
خبرنگارانی که هنوز در شماری از رسانه ها سرگرم کارند، از افزایش چالش ها در برابر کارشان از جمله دسترسی نداشتن درست به اطلاعات شکایت دارند. برخی از خبرنگارانی هم که مصروف کار هستند با مشکل جدی عدم دسترسی به اطلاعات مواجه هستند. ما از نهادهای حامی خبرنگاران می خواهیم که در این زمینه هرچه زودتر اقدام بکنند. همزمان گزارشگران بیمرز و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در یک نظرسنجی مشترک میگویند که با سقوط حکومت پیشین 231 رسانه در این کشور از کار افتادند و 6400 تن از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای بیکار شدند. عامل اصلی و بیشترین موارد بسته شدن رسانه ها و از دست دادن کار کارمندان رسانه‌ای مشکلات اقتصادی بوده و یک موارد محدود هم از محدودیت ها بوده. در تعداد رسانه هایی که به اثر این دو مشکلات روزانه بسته میشن متاسفانه که با گذشت هر روز افزود میشن. اما مسئولان امارت اسلامی علت اصلی بسته شدن 40% از رسانه های کشور را چالش های اقتصادی میدانند. ما تلاش میکنیم که رسانه ها حمایت هم شوند و در چارچوب قوانین فعالیت هم داشته باشند، ولی بیکاری و یا اثری که اثر منفی سرش آمده علت داشته ما علت های مختلف. یکی هم علتش ضعف اقتصاد بود که نهادها خودشان اقتصاد خود از دست دادن. آمارهای خبرنگاران بیمرز نشان می‌دهند که شمار بزرگی از خبرنگاران افغان ناگزیر به ترک افغانستان شدند. ترکیه از ورود موج بزرگ از پناهجویان افغان به این کشور نگران است. وزیر خارجه ترکیه میگوید که انقره میکوشد در گفتگو با کابل جلو ورود غیرقانونی مهاجران افغان را به ترکیه به گونه تدریجی بگیرد. همزمان سازمان ملل متحد گزارش میدهد که نزدیک به 500 هزار تن در سال روان میلادی به ایران مهاجر شدند. روزانه صدها تن به گونه قانونی و غیر قانونی کشور را ترک می کنند. بیشترشان نیروی جوان افغانستان هستند و فقر و بیکاری را علتهای بنیادی مهاجرتشان می گویند. اکثریت که رنج می برد بیکاری است. از یک چیز آید و پیدا نیست که مثلا مردم بتانه او را قبول کنه و ایجا مثلا زندگی کنه. جوان های ایمان بدم نیست به کوه و بیاون و همه کشته می شن. بیکار نیست، زندگی نیست، هیچی نیست در افغانستان. از دولت امارت اسلامی می خواهیم که وسیله کار را برای این مردم جوانای ما فراهم کنم. سازمان ملل متحد هم با پخش گزارشی از افزایش پناهجویان افغانستان در سال روان میلادی خبر می‌دهد. بر بنیاد آمارهای این نهاد در سال 2021 میلادی نزدیک به 500 هزار افغان به ایران مهاجر شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان گفته با افزایش پناهجویان افغان به ایران این سازمان یک اردوگاه تازه را در آن کشور ایجاد کرده. ما باید اطمینان حاصل کنیم که کسانی که به ایران فرار می کنند می توانند پشتیبانی و کمک های مورد نیاز خود را دریافت کنند. وزیر خارجه ایران نیز در دیدار با کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان گفته که ایران ظرفیت ارائه خدمات به پناهجویان افغان را ندارد و سازمان ملل متحد باید در این باره همکاری کند. همزمان با این ترکیه نگران سرازیر شدن موج پناهجویان افغان به انقره است. من تمام تلاشم را کردم تا به همکارانم توضیح دهم که ما باید به تدریج ارتباط برقرار کنیم. ارتباط با رهبری طالبان در افغانستان برای جلوگیری از موج بزرگتری از مهاجرت. در همین حال وزارت مهاجرین از کشورهای میزبان پناهجویان افغان می خواهد که با آنان رفتار انسانی داشته باشند. نور گاونډي هیوادونه چې د هغوی سره هم د افغانانو ستونزې او مشکلات شریک شوي دي او موږ په دې تمه باندې یو چې هغوی به د خپلو ژمنو ته د عمل جامه ور واغوندي او د افغانانو سره به د هجرت په دیار کې ښه چلند وکړي او انساني چلند به ورسره وکړي. کمک های جامعه جهانی و فراهمسازی زمینه های شغلی برای شهروندان از مهمترین راهکاری دانسته می شود که می تواند میزان پناهجویان غیر قانونی را به کشورهای دیگر بکاهد. روبوده شدن همزمان سه دانش آموز در شهر هرات نگرانی های باشندگان این شهر را برانگیخته. شمار از باشندگان هرات می گویند که آدم ربایان هنوز هم زندگی مردم را تهدید می کنند و برای به دست آوردن پول کودکان را می ربایند. در همین حال مقام های محلی هرات می گویند که تلاش های نیروهای امنیتی برای رهایی سه کودک دانش آموز از بند آدم ربایان جریان دارد. آدم ربایان سه دانش آموز مکتب افغان ترک را که به سوی مکتبشان در حرکت بودند از ناحیه پنجم شهر هرات ربودند.
این کودکان دانش آموز از سوی آدم ربایان به جای نامعلوم انتقال داده شدند و تا هنوز از سرنوشت آنان خبری نیست. دین روز فکر کنم 3 تا از باشندگان هرات افراد مسلح اینو با خود بردم. امیدوارم که دولت امارت اسلامی در این قسمت توجه بیشتر داشته باشه. اختطاف ها باز هوج گرفته در ولایت هرات و ما شاهد این بودیم که سه طفل دیروز اختطاف شده. برخی از آگاهان نظامی به این باور هستند که با عوامل آدم ربایی در هرات مبارزه نشده است و به همین علت گروه های آدم ربا فعال ماندند. عوامل پدیده شوم اختطاف در افغانستان و از جمله در هرات که متاسفانه در هرات بسیار زیاد است، پدیده شوم این را باید شناسایی بکنیم و در جهت از بین بردن عوامل باید اقدام صورت بگیره. مقام های امنیتی هرات می گویند که در هفته های پسین دو گروه از آدم ربایان را در شهر هرات متلاشی کردند. با گفته قمندان امنیه هرات در یک ماه پسین نزدیک به 150 تن به اتهام جرم های گوناگون بازداشت شدند. انشالله در شان به مرد دیر کوشش پدی که شپه و روز پدی که دیر زیار بسو چه مرد اسلام مسلمانان و طول تا در امن راولو دا موږ د ځان پریزه بولو او دا موږ خپل ځان یو میوه بولو د ولسته پاره. آدم ربایان سالها می شود که آرامش را از باشندگان هرات گرفتند. با اینکه نهادهای امنیتی هرات می گویند که در ماهای پسین چندین گروه آدم ربا را متلاشی ساختند، اما دیده می شود که این پدیده هنوز هم در شهر هرات وجود دارد. کار بازسازی شاهراه کندهار هرات دوباره آغاز شده. مقام های محلی کندهار می گویند که نبرد های سال های پسین و نیز گشت و گذار موترهای وزن بالا سبب تخریب جاده های کندهار هرات شده. ریاست فواید عام کندهار می گوید اکنون کار داغمگیری و ساختن پلچک های این شاهراه را دوباره آغاز کردند. ریاست فواید عامی کندهار از آغاز کار داغمگیری و ساختن پلچک های شاهراه کندهار هرات خبر می دهد. مسئولان این ریاست می گویند که به علت رفت آمد موترهای وزن بالا و نیز نبردهای سالهای پسین جاده این شاهراه به ویرانه مبدل شده است. دغه چې دا درانه موټر هم په تیر سوې وینې دا جوی چې جوړ کړي دغه جوړو او کم ځای چې په مینو کې پټاو سوې هغه پلونه جوړو یا غزایونه چې خراب سوې یا باران ولي یا موټرانو خراب کړي هغه ځایونه جوړو. در همین حال رانندگان و مسافرانی که از این شاهراه رفت آمد دارند میگویند که با سر شدن هوا رفت آمد در این شاهراه دشوارتر شده است. چرا کم زگیش مشکل جرسه یا مینو ولی یا در مطران خراب کری یا در اصی دبی دبی در اصر دیو پا تکلیفیو بگر سوڑه که دون زای بسام واری و با استاد بدا کوشش کمیش در اگر زای تزار ورچ پر اسام زای چیر شد مگر اگر که خطره و شکار بور سر تڑلی و دیر ستونزی در دیر شکار دید. از سوی دیگر سرپرست ریاست فواید عامی کندهار می گوید که قرار است تا دو ماهی دیگر کار داغمگیری این شاه را به پایان برسد. هرات و کندهار عمومی شهرات شده دی پلچکان جور سوید اکثر نووسی د پینکاری کار شروع دی. آقا پینکاری وست آقا مکس مواد محچولی دی انشالله در روان شنبه سو و مرد دنبار کار شروع کنه خیر. مقام های محلی کندهار می گویند که تلاش می ورزند تا پروژه های نیمه کاره را به اتمام برسانند. میدان های هوایی نظامی از میدان های هوایی غیر نظامی کشور جدا می شوند. سرمفتش وزارت دفاع ملی می گوید که برای استفاده بهتر از میدان های هوایی ملکی و نظامی این میدان ها از هم جدا خواهند شد. لطیف الله حکیمی می افزاید که پس از این نیروهای امارت اسلامی اجازه استفاده از میدان های هوایی ملکی را نخواهند داشت. امارت اسلامی کمیسیون را برای جداسازی میدان های هوایی ملکی از میدان های هوایی نظامی ایجاد کرده است. سرمافتش وزارت دفاع ملی می گوید که برای استفاده بهتر از این میدان ها راهکارهای مشخص طرح ریزی خواهند شد. در امی اواخر میدان های نظامی و ملکی با هم خلط خورده بود. خلط شده بود با هم. چرا که یک انقلابی عظیم آمد به میان و همچنان تفکیک نمی شد که کدام نظامی است کدام بخش ملکی است. بعد به ما شکایت رسید که چیزایی که نظامی بوده از اون میدان های ملکی مردم میدان ملکی استفاده میکنند، از میدان های ملکی نفرای نظامی استفاده میکنند. به همین خاطر امارت اسلامی افغانستان تصمیم گرفت که یک
کمیسیون را تأسیس کرد. آقای حکیمی که در رأس کمیسیون بررسی وضعیت میدان‌های هوایی کشور قرار دارد، میگوید که استفاده‌های مختلط از میدان‌های هوایی ملکی و نظامی چالش آفرین بوده است. مطلق اجازه نمی‌دهیم. میدان‌های ملکی برای ملکی هستند، برای پروازهای خارجی و داخلی ملکی، و میدان‌های نظامی برای نظامی هستند. مطلق اجازه نمیدیم که از یکی از دیگری استفاده بکنه. افغانستان 24 میدان هوایی دارد که از این میان 3 میدان هوایی بین المللی و 2 میدان هوایی بگرام و شیندن به گونه کامل نظامی اند. تفکیک میادن برای اهداف نظامی و ملکی یک اصل ضروری است. بزرگترین چالش برای میدان هوایی بین‌المللی کابل همیشه این بوده که این میدان هم برای اهداف نظامی و هم برای اهداف ملکی استفاده می شد. با این حال انتظار می رود نمایندگان حکومت های قطر و ترکیه تا چند روز دیگر برای گفتگو درباره گرفتن مشترک اداره 5 میدان هوایی کشور به کابل بیایند. کاری که به گفته برخی از کارشناسان هوانوردی اعتماد شرکت های هواپیمایی جهانی را برای آغاز پروازهای بین المللی به افغانستان بیشتر خواهد ساخت. عربستان سعودی خواهان کمک های بیشتر جهانی به افغانستان است. سفیر عربستان سعودی در کابل هنگام سپردن نزدیک به 200 تن از کمک های بشری به مقام های امارت اسلامی میگوید مردم افغانستان در اوضاع ناگوار کنونی به کمک های بیشتر جهان نیاز دارند. کمک های بشری عربستان که به کابل رسیدند شامل مواد خوراکی و لباسند که به جمعیت هلال احمر افغانی سپرده شدند. برای بیش از 500 کشاورز نهال‌های مسمر و غیر مسمر در ولایت کندوز توزیع شده. مقام‌های محلی کندوز می‌گویند که آنان از بهره کمک به کشاورزان تصمیم گرفتند که برای کشاورزان شهر و ولسوالی‌های این ولایت نهال‌های مسمر و غیر مسمر توزیع کنند. اینجا در شهر کندوز مراسم توزیع نهال‌های مسمر و غیر مسمر برای کشاورزان. ریاست زراعت و آبیاری کندوز میگوید که برای بیش از 500 کشاورز در 4 ولسوالی این ولایت این نهال‌ها توزیع شدند. رئیس زراعت و آبیاری کندوز میگوید که قرار است این روند به کشاورزان دیگر ولسوالی‌ها نیز گسترش یابد. در سالور ولسوالی که چردرخ، علی‌آباد، خان‌آباد و امام صاحب کی او 1515 دهقینو ته دا منګه تقریبا په وړیاو خې نو 80% مصارف منکه او 40% لدهقان منګه خو لاغم دي په خاطر لدهقان به دي باندې زرو خوږي او دي ته مثلا توجه کی. در همین حال والی کندوز از این کشاورزان میخواهد تا در حفظ و نگهداری این نهال ها از هجن و کوشش دریغ نورزند. ان شاء الله دي دي حفاظت خبره بم موږ دې خاص ټیم وټاکو او دې وخت په وخت حفاظت کوي او ولس هم دا غوښتنه ده چې دوی دې مراقبت په باره کې موږ سره پوره همکاري. از سوی دیگر کشاورزان به برخی از چالش ها در برابر خودشان اشاره می کنند. یک بوجی کوت ما می خریم 4800 برنج حساب می کنیم 2500 500 یا 300 دیقان ضربه زد رایست. باید از دولت خواهش میکنیم که دیقان باید رشد بته کوت ارزان بکنه. دیا گریب زمین ما میکنیم بیاده 100 سیر کندم بیاده یک خروار برینج مگم یک گریب زمین خیلی نیال میبره 40-50 دانه نیال میبره هر نیالی بیاده اگر 2000 به ما میواش تمام شد بسیار فایده دقیق داره. کندوز یکی از ولایت های کشاورزی در شمال کشور به شمار می رود، اما کشاورزان این ولایت از حکومت می خواهند تا از بهره به دست آوردن فراورده ها به مشکلات آنان رسیدگی کنند. صادرات انجیر کشور 20% امسال افزایش یافته. اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که برداشت انجیر در سال روان در کشور افزایش یافته است و به 25,000 تن رسیده. افغانستان از رهگذر صادرات انجیر 149 میلیون دلار در سال روان داشته است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که با افزایش برداشت انجیر میزان صادرات آن نیز تا 20% افزایش یافته است. انشالله نور هم کوشش کو او ټول مملکو ته زموږ صادرات روان دي د انجیر د چون د افغانستان انجیر چې دی هغه د نړۍ په سطح خپل یو خاص ویتامین او ذائقه لري. انجیر افغانستان بیشتر به هند صادر می شود. انجیر هم یکی از تولیدات بسیار عمده بود امسال که در قندار و در هلمند و
در زابل و در دیگه ولایت هایی که این جردوجه تولید میشه حاصلاتشان بسیار خوب بودن. تقریبا اضافه از 20% امسال ما صادرات انجیر زیادتر هستند نسبت به سال گذشته. انجیر بیشتر در ولایت های جنوبی کندهار، هلمند و زابل و نیز غرب کشور از جمله هرات برداشت می شود. زمان در انجیر صادرات طول در هندستان هیواد تکیگ، البته در اسپین بولدک دلاری از ترخم دلار نکیگی. در حالی که اتاق تجارت و سرمایه گذاری اندازه انجیر برداشت شده را در سال روان 25,000 تن تخمین می زند، اما سال پار این رقم 15,000 تن بود. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر داشت. شب خوش، تا فردا، بدرود.